برپای تجمعات و نماز جمعه در استانهای به پا خواسته عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی در زیر شدت گرفتن آتشباری نیروهای مالکی علیه مردم بیدفاع. خطیب سامرا: جنایت‌های دولت مالکی عامل بی نتیجه ماندن ابتکارهاست. توپباران و گلوله باران بیمارستان‌ها و مساجد و خانه‌های مردم جنایت کشتار جمعی است. در 419مین روز شروع تحصن‌ها و در 49مین روز بعد از حمله به تحصن رمادی، امروز نماز جمعه در 6 استان به پا خواسته در علمبار، بغداد، دیالی، کرکوک، صلاح الدین و نینوا با شعار جنایت‌های دولت ابتکارها را از بین می‌برد برگزار گردید. تمرکز سخنان خطبای جمعه این هفته بر افشای نقش دولت در بی‌نتیجه ماندن ابتکار عملهایی است که برای پایان دادن به کشتار مردم در انبار ارائه شده است. تلویزیون‌های الجزیره مباشر، بابلیه، الرافدین، التغییر، بغداد و سامرا اقدام به پخش مستقیم نماز جمعه برخی از شهرها کردند. تلویزیون الجزیره گفت که خطبای جمعه دولت مالکی را مسئول استمرار جنگ در انبار معرفی کردند. تلویزیون بغداد گفت جمعیت میلیونی نمازگزاران در 6 استان به پا خواسته برای مشارکت در نماز وحدت جمعه تاکید کردند که تروریسم دولتی و جنایت‌های آتشباری و کوچ دادن‌ها تمامی راه حل‌های مطرح را از بین می‌برد. تلویزیون فلوجه گفت شرکت کنندگان در نماز جمعه 6 استان به پا خواسته بر پایداریشان بر مواضعشان تا برآورده شدن خواسته های مشروعشان تاکید کردند. برگزاری نماز وحدت جمعه این هفته در حالی است که انقلابیون عشایر دست به حملاتی علیه نظامیان مالکی زدند و در آلبوبالی رمادی و فلوجه تهاجم نیروهای مالکی را خونسا کردند. جهتهم قال مسلحو العشائر انهم افشلوا هجوما للقوات الحكوميه من البوابه الجنوبيه للمدينه وكبدوها خسائر فادحه. ورسالتنا له. خطیب جمعه میدان حق در سامر را گفت جنایت دولت مالکی عامل نابودی ابتکار هاست. پیام ما به مالکی این است که گلوله باران کور بیمارستان ها و مساجد و خانه های مردم مصداق جنایت کشتار جمعی است. پیام دوم من به اهل سنت در عراق است. ای اهل سنت، امروز لازمه این شرایط سخت قربانی دادن و فدا کردن و دادن درسی بزرگ است. از علما می خواهم که در کنار این آرمان بایستند. باید به برادران مظلوممان در انبار کمک کنیم. اخوتي ان الحكومه المحليه لم تشارك في عمليه اسعاف. خطیب تکرید گفت خودم و به شما قتل علما در خاک فلوجه توسط این دولت فاسد را تسلیت میگویم. ای جنایتکاران، شما را خطاب قرار میدهم که به کدام گناه میکشید؟ با توپخانه و تانک توپباران میکنید و کودکان و زنان را به قتل میرسانید. خطیب جمعه بی جی موضع شرافتمندانه اهالی در کمک به مهاجرین انبار را ستود. به گزارش تلویزیون التغییر، شیخ سامر الرفایی، برادر مفتی دیار عراق شیخ رافع الرفایی، در اثر بمباران خانه‌اش در فلوجه به قتل رسیده است. ادامه درگیری‌های عشایر الانبار با نیروهای مالکی. تلویزیون الجزیره به نقل از شاهدان گزارش داد نظامیان مالکی مناطق الملعب، ضباط و منطقه الجزیره در شرق رمادی را با توپخانه و هلیکوپتر گلوله باران کردند. این آتشباری بعد از درگیری با نیروهای عشایر صورت گرفت که نظامیان مالکی خسارت‌های سنگینی متحمل شدند. نیروهای عشایر گفتند 4 تانک نظامیان مالکی را در مرکز رمادی به آتش کشیدند و 3 زرهی نیز در غرب رمادی منهدم شد. عبدالقادر نایل، سخنگوی جنبش مردمی عراق در رمادی، درباره وضعیت الانبار به تلویزیون الجزیره گفت در حال حاضر تعداد بیشتری از تجهیزات و ماشین‌آلات نظامیان مالکی به آتش کشیده می‌شود و عملیات پیچیده‌ای صورت می‌گیرد و به مراکزی که نظامیان مالکی مستقر هستند تهاجم می‌شود.
شورای نظامی اعلام کرده بود بیش از 1500 تن از نیروهای عشایر را به مدت 25 روز آموزش داده است و این افراد در این روزها به نبرد اعزام می شوند. به گزارش تلویزیون الجزیره، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد تعداد آوارگانی که از غرب عراق آواره شدند به 300 هزار نفر رسید. تعدادی از خانواده‌های کوچ کرده از شهرهای رمادی و فلوجه گفتند که نیروهای امنیتی مانع ورود آنها به استان صلاح الدین می‌شوند، کما اینکه از ورود خانواده‌های آواره به شهرهای سامرا، راوه و ابو غریب نیز جلوگیری می‌کنند.